هر کس برای خیش پناهی گزیده است. ما در پناه وارث ادیوت ترودوی. با درود و سلام، پیرگدای خراسانی هستیم از مدینه منوره مونترال واقع در کشور زیبای کانادا، و امروز هم دوباره سه‌شنبه است، 26 ماه ژانویه المبارک سال 2015 دربدری، که برابر است با یوم الله ششم بهمن سال 1394 مهرورزی زنجیره‌ای، به همراه گروه 4 و علاوه 1، یعنی اعضای دائمی و همیشگی یه تیم پرقدرت خودمان، اختر عیالمان، مملی وارث یا نایب برحق، علیکبر نوچه دیرینه و موسیو جان پیر اخشنبو، همیهن کبکی کانادایی خودمان، 88 برنامه از سری برنامه های ناگفتنی ها رو از تلویزیون میهن خدمت شما هموطنان و همزبانان گرامی در هر گوشه از این جهان پهناور که شاهد و ناظر برنامه های میهن تیوی هستید تقدیم میکنید. هفته گذشته در روزهای آخر این هفته جامعه ایرانی مونترال یکی از هنرمندان خودش رو متاسفانه از دست داد. منظور ما آقای علی اصغر معصومی، هنرمند نقاش و خطاط بود که ایشون پس از 2 بیماری درگذشت و این ضایعه رو به خانواده محترم ایشون و دوستانش و به خصوص جامعه اهل ادب و فضل مونترال و ایرانی به طور کلی تسلیت می‌کنه. در ضمن قرار است که مراسمی در بزرگداشت ایشان در روز جمعه 19 ماه فوریه در مونترال برگزار بشه که ما در هفته آینده در برنامه آینده آدرس اون محل برگزاری مراسم رو برای هممیهنان ایرانیمون در مونترال اعلام خواهیم کرد. و دیدیم که اون جایی که این مراسم برگزار میشه یکی از همین به اصطلاح جاهایی است که کفن و دفن کبکی ها انجام میشه، مونترالیا. و برای ما خیلی جالبه که ایرانی های مونترال سال اول که اومده بودیم گاهی اگر کسی مرحوم میشد در گورستان مسلمین دفنش میکردن رو اوزاره میدادن دست حاجاقا، حاجاقای شهرمون. آقا داریم یه حاجاقای شیعه داریم اینجا که مسجد و تشکیلات و امور کفن و دفن هم دستش هست. به این حاجاقا تسلیت میگیم، میگیم ببین چه بد عمل کردید شما و هم لباساتون، هم تفکراتتون، دوستانتون، که مردم دیگه حتی جنازه شون هم دست شما نمیدن. به حال یه بار دیگه این ضایعه رو تسلیت میگیم به جامعه ایرانی مونترال. مطلب دیگر این که در هفته گذشته یکی دو تا دوستان بعد از برنامه شکایت کردن که لحظاتی از برنامه قطع شده و ندیدن. ما فکر میکنیم شاید علتش تعداد کسانی باشه که مراجعه میکنن، شاید بار زیاد. البته این حدس ماست، باید با سعید صحبت کنیم ببینیم علت چیه. البته اگر با سعید بپرسیم فوری میگه علت بیتوریه، اونو میدونیم. به هر حال خواستیم بگیم اگر به مشکل برخوردید، حالا چند لحظه ای از برنامه ما رو، برنامه پربار ما رو از دست دادید، بعدن میتونید روی سایت میهن تیوی، روی یوتیوب یا سایر سایت ها یا مردم ریپورت دات نت ببینید. به هر حال بعدم راجب خودمون میگیم، چیزی رو از دست اونچنان نمیدید، نگران نباشید. مطلب دیگه در گذشته خانم فروزان هنرپیشه ایرانی است در هفته گذشته و دردناک است. دیشب دیدیم در فیسبوک که در مراسم تشییع جنازه‌اش 2-3 نفر بودند و بردن دفنش کردن. ظاهرا مقامات امنیتی دولت قدرتمند اسلامی برای اینکه مردم رو حالا تجمعشون در این گونه مراسم هم جلوگیری کنه، به خانواده اخطار کرده که بیخبر ببرن و جنازه رو دفن کنن. به هر حال اگر روزی
ان شاء الله تعالی در اون مملکت اتفاق بیفته، مردم فرصت خواهند داشت که از این هنرمنداشون تجلیل بکنن، به خصوص فروزان که خب حالا میگیم معمولا بعضیا اشاره میکنن به داستان فیلم فارسی و که میدونید سر هم مینوشتن و اعتراض میکردن به این گونه فیلم ها، ولی به هر حال اونجور فیلم ها، فیلم های فردین و فروزان و ظهوری و اینها، یه سری طالبان خودش رو داشت، مردم دوستشون داشتن، به هر حال یادش زنده خواهد بود در قلب و مغز ایرانی ها. از این تسلیت هم میگیم به هم سینما دوستان ایرانی، هم خانواده اون مرحوم، به طور کلی به ملت ایران. مطلب دیگه دیدیم که دکتر عطا باز یه سری به قول معروف در مورد ما دروغ سرهم کرد که این مرد فاضل کنارا، ما اون قدا نیستیم، اون رقما نیستیم، حالا گاهی هم یه مزخرفاتی به عنوان شعر سرهم میکنیم و میکردیم، ولی شما نام ما رو بی خود در لیست ادبا نذار برادر، ما بند کافی دشمن داریم، حالا شما به این تعداد دشمن های اضافه نکن. ولی مطلبی که ایشون گفت راجع به شروع دوستیمون که خودش داستان مفصلی است و ما هم دلمون میخواد یه روز راجع بهش صحبت کنیم، آره در سالهای ابتدا که ما یکی دو سال هم همه هست هرگز ندیده بودیم، بلکه با تلفن و فکس با هم در ارتباط بودیم، هر روز صبح که ما سرمون خواب برمیداشتیم یکی دو تا فکس زدیم، دوست مهربان آمده بود و حتی یه روز براش در جواب یکی از فکساش یه دو بیت شعر مرتکب شدیم، نوشتیم این پیر گدا چو استر عصاری، هر صبح به گاه فعلگی بیگاری، گیرد 2100 مگاتون نیرو از فکس پر از مهر عطا انصاری. شاید اگر روزی فرصتی باشه ما به این داستان دوستیمون با این دوست گرامی که شاید اگر اقرار نکنیم و بگیم بهترین، بلکه یکی از دو سه بهترین دوستی است که ما در سرتاسر عمرمون داشتیم و براش سلامتی و طول عمر آرزویم. گفتیم امروز 6 بهمنه و گفتیم که یوم الله 6 بهمنه، بله یوم الله 6 بهمن، چون سال روزه انقلاب با شکوهمند شاه و مردم، انقلاب سپید در سال 41 بود و اون داستان طرح لوایح ششگانه که بعد 12گانه تبدیل شد از طرف اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران و در یک رفراندومی به رأی گذاشته شد و متاسفانه اون لوایح رو نه مردم کوچه و بازار فهمیدند و اهمیت دادند و نه حتی روشنفکران ما. این روزها که به اون داستان فکر میکنیم، یکیش مثلا فرض بفرمایید تشکیل سپاه دانش بود، یعنی جوان ایرانی به جای اینکه بعد از مثلا گرفتن دیپلم یا حالا لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا، حالا در مورد کم سوادترها بره و 2 سال عمرشو فرض بفرمایید که گماشته جناب سرهنگ یا جناب تیمسار باشه و کارش این باشه که صبح خانم سرهنگ یا خانم تیمسار رو ببره خرید و بیاره، بره در روستاها و بچه های مردم رو درس بده، خب این طرح خیلی خوبی بود، یا سایر لوایحش. ولی متاسفانه به دلیل اینکه این اقدام و سایر اقدام هایی که آن خدا بیامرز یا پدر خدا بیامرزش کردند همه دستوری بود و هیچ کدوم مبتنی بر قانون نبود و از طرفی اونقدر مردم رو کم بها داده بودند و بی اعتنایی به مردم کرده بودند، به خصوص اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر از بعد از وقایع سال 32 اونقدر به مردم بی اعتنا بود و اونقدر مردم رو دست کم گرفته بود، شنیدید که معمولا حتی از همکاران خودش، از اعضای کابینه به عنوان این خراب ساله ها یاد میکرد. بعد این باعث شد که اون مردم نپذیرن، خیلی چیزای خوبم توش بودا انصافا بگیم، ولی شد آنچه که نباید بشود و
امروز فکر میکنیم اگر اعلی حضرت رفتارش با مردم دوستانه بود، اگر به مردم و به خصوص به قانون احترام میگذاشت، قانون اساسی رو زیر پاش نمیگذاشت، اگر مردم رو آدم حساب میکرد و به حساب میآورد، نه آنچه که بر خودش رفته بود، نه آنچه که بر اون میهن. خدا بیامرزتش، ما هر بار ازش یاد میکنیم آخر سر یه خدا بیامرزی هم براش میفرستیم. والا دوستی اعتراض کرده بود که تو چرا آهی میگیم کشور زیبای کانادا، مدینه منوره مونرال رو میفهمی، ولی کجای اون کشور تو زیباست؟ گفتیم که والا این فرمایش شما از بی اعتقادیت سرچشمه میگیره. یادتونه که یه بار گفتیم یکی از علما در یک وعظی نطقی ادعا میکرد که بهشت 8 در داره و 3 تا از این درها به قم باز میشه، که ما تفسیر کردیم همون موقع و اشاره میکرد به احادیث و روایاتی که در این مورد وجود داره. ما هم این دوست و سایر دوستان رو، بینندگان رو حواله میدیم برند مراجعه کنن به احادیث و روایاتی که در صحیح خراسانی هست مبتنی بر مذهب حقه پاناسونیک. در اونجا هم اومده که یکی از درهای بهشت هم به همین مونتریال ما باز میشه. یعنی اگر اون زمان، زمان حضرت ختمی مرتبت، مونتریال کشف شده بود و این آقایون عرض میشود یا تختیه یا شامپلین اینا زودتر اومده بودن این سرزمین زیبا رو کشف کرده بودن، حضرت حتما یکی از درهای بهشت رو هم میگفتن که به مونرال باز میشه. به هر حال اگر کسی شک داره میتونه به خصوص فصل تابستون تشریف بیاره به مونرال و یک بازدیدی بکنه و ما بهش نشون خواهیم داد که بله، مونرال یکی از درهای بهشت بهش باز میشه، به خصوص در فصل تابستان با اون همون داستان انهار تحت الاشجار، اینجا با اون رودخانه زیبای سندونن و به اصطلاح درختان فراوان و باغ و عرض میشود رودخانه ها و دریاچه های مختلف. شهر زیبایی است، واقعا کشور زیبایی است. ما در به چند شهر دیگه کانادا هم سفر کردیم، بسیار زیباست. به هر حال حالا ما ادعا میکنیم اون دوست اگر اعتراض داره بیاد مونرال یه هفته مهمان ما باشه، ما میبریمش و بهشت رو نشانش خواهیم داد. بگذاریم، والا یه خبر خوش داریم براتون، یعنی یه افتخار جدید برای جامعه ایرانی. میدونید که در سنوات قبل بعد از چند تا حادثه، مثل کسانی از هممیهنان من و شما که تو کار قاچاق بودند و اخیراً هم حضرت پرزیدنت باراک حسین اوباما 7 تاشون رو بخشید و آزاد کرد، یا داستان فرض کنید که اون پسرکی که نامش رضا نیک‌نژاد بود در گرفتش پلیس و ماموران امنیتی آمریکا، میخواست ملحق به داعش بشه، یا داستان ارباب سیر که میخواست در اون امریکا سفیر عربستان سعودی رو بکشه، یا اون استاد تروریستی که آوردن اینجا بهش جا و مقام دادن، منظورمون حسین موسویانه که ایشون در داستان میکنست آمر و آمل بود، حالا اینجا قد دیده و سرد میشوننش رو بهش کرسی مقام استادی دادند. یه خبری یکی دو روز پیش روی خبرگزاری ها بود که اون هم به هر حال یکی از مبانی افتخار میتونه برای ما ایرانی ها باشه. خبر این بود که یک ایرانی در میان 3 زندانی خشن فراری از زندانی در جنوب کالیفرنیا اورنج کانتی، جواهری به نام جناب حسن نیری بوده که ایشون حالا با این چیزا قاچاقچی ها هم دست بوده و بعد درگیری داخلی میشه بینشون و ایشون هم دخالت داشته، یکی از اینا رو میبرن بیرون شهر اونجا آزارش میدن و ازش میخواستن جای پولاشو نشون بده و بعد حتی اونجا مثل که ظاهرن به قول معروف بلبل طرف رو هم میکنن و حالا داستان خیلی مفصل بود. به هر حال اگر که این رقم جنس رو نداشتیم، این رقم جنس هم الان داریم، یعنی جنس
ایرانی داره کم کم جور میشه از این جور جانوران. بگذارید، به حمد الله و المنه این قیمت نفت همین جور سرازیر داره میره به قعر جهنم. روز به روز قیمت میاد پایین. بعد از 30 دلار و 25 دلار و 20 دلار اخیرا زمزمه های 15 دلاری هم هست، به خصوص که ظاهرا داعش نفت رو میفروشه بشکه 15 دلار. حالا این یه خبر خوش میتونه باشه، چون اگر قیمت نفت همینجور سقوط کنه، رژیم خبیث جمهوری اسلامی و اون دولت ددبیر و امید که بودجه رو بر اساس نفت 80-70 دلاری بر اساس حدیث شریف شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه، بر اساس این حدیث بودجه رو بر اساس نفت 70-80 دلاری تنظیم کرده بود، حالا نفت به 15 دلار برسه. گرچه میگید خب پول میرسه، اون پولا که مال ملت ایران اصلا نیست، حتی مال دولت و رژیم هم نیست، اونا حق برادر بشار اسد و حوثی ها و لبنانی ها و فلسطینی ها و غزه ها و ایناست، یا در افریقا مثلا خرج اون یارو شیخه هست که در نیجریه بود کجا بود اونا بکنن. به هر حال این شاید یک خبر خوشی باشه. آقایون علما احتمالاً به خصوص بعدم با این اختلافات داخلی به سر نوه حضرت امام رد صلاحیت کردن، احتمالاً زنگ یعنی شمارش معکوس برای سقوطتون انشالله میتونه باشه این داستان قیمت نفت، چون شما رو با اون همه پررویی و وقاحت و رزالت و خباست، یکی از چیزایی که از پادر میتونه بیاره با اون فشاری هم که بر ملت میذارید، هیچ گونه روزنه‌ای برای مردم باقی نذاشتید برای اعتراض به وضع موجود، یکی از چیزایی که میتونه از پا بیاندازتون همونی بود که امام فرمودن مال خر است، یعنی اقتصاد. و اگر قیمت نفت همینجور سقوط کند، جای امیدی برای دفع شر شما از سر میهن هست ان شاء الله تعالی. از این هم بگذاریم. این روزا میدونید بحث مضحک انتخابات، انتخابات مخلوطی است از انتخابات و انتصابات، یعنی پدیده‌ای که به نام انتخابات انجام میشه ولی در حقیقت انتصاباته که دیگه بر همه روشنه. این بحث شیرین در جریانه و عرض می شود که انتخابات یا انتصابات یا انتصابات مجلس خرگان و ببخشید این خبرگان بهش رو جا انداختیم، مجلس خبرگان و اون طویله یا مجلس شوربای اسلامی است و بحث شیرین نظارت استصوابی و رد صلاحیت ها. اولا این نظارت استصوابی، کلمه استصواب مصدر باب استفعاله، به معنای طلب ثواب کردن، یعنی آقایون میخوان ثواب به مردم رو بسنجن که ثواب و صلاح مردم در کجاست و تحت این نام به هر غلطی که میخوان دست میزنن. ولی خیلی جالبه در این مورد حضرت رهبر معظم مسلمین و مستضعفین جهان یعنی سلطان علی آقا، ایشون یه فرمایشاتی در چند روز قبل فرمودن که از می شود کسانی که نظام، البته نظام منظور مرا یعنی خود ایشون رو، کسانی که نظام را قبول ندارن حق دارن رأی بدن. لطف کردن دستور دادن که میتونید شما که مخالف نظامید رأی بدید. خب این یک امیدی در دل بعضیا خوشباورا ایجاد کرد. ولی بلا فاصله و پس از اینکه هزاران نفر هجوم آوردن برای ثبت نام به عنوان کاندیدای حالا مجلس خبرگان، ببخشید هی خبرگان ما بهش و یادمون میره، یا طویله شورای اسلامی، بعد از این هجوم حضرت متوحش شدن که نه آقا اینجوری نگفتم، نگفتم، فقط گفتم بیایید
رأی بدید، نه اینکه گفتم بیایید برید مجلس و خودتون رو کاندیدا کنید یا شما رو راه بدن تو مجلس این، نه اینو نگفتم. یعنی شما بیایید رأی بدید ما رو و رژیم ما رو تایید بکنید، ولی اجازه ندارید به کسانی که خودتون دلتون میخواد رأی بدید، فقط به اونایی که ما میگیم رأی بدید. بعد ما فکر کردیم، میدونید فضول هستیم دیگه، این دوتا جمله حضرت رهبر معظم که در حقیقت متناقض با هم، بیایید رأی بدید ولی به اونایی که ما میگیم، بعد خودتونم بازی نباشید. این حیرت انگیز این طرز برخورد. فکر کردیم چه جوابی باید به حضرت رهبر داد. تو ذهنمون گشتیم، برگشتیم به دوران جوانیمون. در محله‌ای که ما زندگی می‌کردیم یه مشسریم داشتیم، مشسریم نفتی، نفت فروش محل بود، یه شعبه نفت داشت و بنده خدا نفت رو با تریلی می‌آوردن اونجا تو انباراش خالی می‌کردن، بعد این می‌کرد تو پیتای کوچیک میبرد در خونه مردم پخش میکرد. این مکسلیم از هممیهنان نازنین آذری بود با لحجه شیرین آذری. بچه های محلم دوستش داشتن، گاهی دورش جمع میشدن، به خصوص شب آتیشی میکرد زمستون، بچه ها میرفتن گرم میشدن جدا و آتیش سر به سر مکسلیم میذاشتن. مکسلیم وقتی که از یکی یه حرف ناروایی مثل همین حرف حضرت رهبر معظم میشنید، حالا اگه فوت کرده خدا رحمتش کنه، اگه هنوز زنده است یادش بخیر، عصبی میشد، با اون لهجه شیرین آذری یا ترکی شستش رو نشون میداد، میگفت بخورش. این اصطلاح مجسلین بود. حالا ما فکر کردیم بهترین جواب برای حضرت رهبر در مقابل این فرمایش که فرمودن اینه که از رهبر بخورش. آره، از تعداد زیادی که شرکت کردن همه رو اصلا فلعی رد کردن، حتی اصلا اصلاح طلبا از 3000 نفر ظاهرا 30 نفر رو، یعنی 1% رو تایید صلاحیت کردن و بقیه رو رد صلاحیت کردن، یعنی میشه 1%. بعد میخواستیم اینجا از کسانی که هنوز به دنبال رأی دادن و انتخاب شدن و تشویق مردم به این که برید رأی بدید، امیدواریم اینا بیدار بشن واقعا که این راهی که میرن به ترکستونه، به خصوص اونایی که مردم رو تشویق میکنن به شرکت در مضحکه انتصابات و انتخابات. بعدم قرار بود این انتخابات هفته اسفند یه زمزمه کرده بودن در وزارت کشور که بهتره اینو به صورت الکترونیکی انجام بدیم، بلا فاصله علما و علمای اعلام و حجج اسلام گفتن نه آقا، الکترونیکی چیه، همون ورقه ای باشه منتفی. بعد اعلام کردن نه منتفیه. به وزارت کشور هم گفتن نه آقا، الکترونیکی نمیشه که. بعدم خیلی جالبه، دلیلش هم گفته بودن چرا نمیشه، چرا نباید به اصطلاح انتخابات الکترونیکی انجام بشه. گفته بودن ما چون قانونی در این رابطه نداریم. نیست اینا خیلی احترام به قانون میذارن و دوست دارن که قانون اجرا بشه؟ به اون دلیل گفتن خب چون در قانون نیومده و اجازه قانونی نیست برای این کار. منتها ما که میدونید هم یه خورده جنسمون شیشه خورده داره، هم دچار فساد اخلاقیم، فکر کردیم چرا نباید الکترونیکی باشه. به هر حال الکترونیکی رو زیاد نمیشه انگوش بهش رسوند، رعیا رو جا به جا کرد، پاک کرد، حسن و جای حسین، تغییر و جای نقبی گذاشت، خب این که اصلا نمیشه. بنابراین قضیه الکترونیکی بودن انتخابات هم منتفی شد. مطلب دیگه این که دیدیم چند نفر میگفتن بهتره که خانوم ها هم برن در این چیز انتخابات شرکت کنن، کاندیدا بشن. آخه مومن، کدوم خانوما؟ زنان شجاعی مثل خانم نسرین ستوده و عرض می شود که نرگس محمدی که اصلا بازیشون نمیدن. اگر زنی هم بره مجلس از اون قماش زنایی هم که یکیشون در مجلس گفته بود
مثلا وظیفه زن فقط بچه داریه، یا زنها تا 40 سالگی عقل و شعور درست حسابی ندارن، یا اینکه وظیفه زناست برن برای زن شوهرشون زن دوم پیدا و سوم پیدا کنن. یه همچین موجوداتی ممکنه به مجلس را پیدا کنن. حالا بود و نبود اینا اصلا بودشون جز ضرر چی داره که نبودشون استفاده نداشته باشه؟ اینم چیزیست که پای مایه ای نداره، مثلا به درد نمیخوره. در حاشیه همین مضحکه انتخابات عرض می شود یه مطلب جالبی دیدیم. یادتونه که عرض می شود در این مطلب آمده بود که نوه و فرزند آیت الله خمینی رد صلاحیت شدند. فرزند آیت الله مطهری از بنیانگذاران انقلاب رد صلاحیت شد. فرزند آقای بهشتی، آیت الله بهشتی رد صلاحیت شد. فرزند آیت الله خزعلی هم به همچین. فرزند آقای منتظری، فرزند آقای طالاقانی، فرزند جناب آقای آیت الله یا حجت الاسلام رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی. یعنی اکثر پایه‌گذاران این رژیم، رژیم خبیث، فرزنداشون اجازه ندارن وارد مجلس بشن. یعنی عجیبه که این بزرگان حتی نتونستن فرزند صالح تربیت کنن، یعنی فرزندی که خود رژیم قبولش داشته باشه. وقت اینا میخواستن مردم رو تربیت کنن و بهشت ببرن، ببرن مردم رو بهشت. گفتش اگه تو خیلی خوب بیل زنی، یه بیل چیز خودت، ماخچه خودت بیل بزن. حالا اینا که میخواستن مردم رو اصلاح کنن، تربیت کنن و به بهشت ببرن، بچه های خودشون رو نتونستن تربیت کنن. یاد سعید بخیر، میگفت اینا حتی نتونستن یه چیزی هم جنس خودشون تربیت کنن در این 37 سال. مثلا کسانی مثل مرحوم راشد یا ذبیحی یا سایر این آخوندهای خب بالاخره با سوادی که در زمان آن شاه خائن تربیت شده بود، رژیم اسلامی نتونست شبیه اونا تربیت کنه. از این هم بگذاریم. پس از طرح تحریم ایران توسط آمریکا درباره فعالیت‌های موشکی، بدونید که اینا همچین که این داستان برجام به اصطلاح به نتیجه رسید، دوباره شروع کردن به انگولک کردن و یه موشک اماد فرستادند و آمریکا هم چند تا تحریم گذاشت روی تحریم‌های سابق به خاطر فعالیت‌های موشکی. پس از این ماجرا این مم جواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم خبیث جمهوری اسلامی جمله جالبی گفته در گفتگو با اسوسییتد پرس. گفته آمریکا به تحریم معتاد شده است. می‌خواستیم بگیم آره برادر، میگن اعتیاد بد دردیه، به خصوص وقتی مزمنم باشه، مدت زمان زیادی ازش گذشته باشه. عرض می شود مثل همین رفقای خودتون، مثل همین رؤسای خودتون که به اجحاف به مردم، اعدام جوانان و نوجوانان، اختلاس میلیاردی و خوردن مال مردم معتاد شدن دیگه. این اعتیاد بد دردیه، شما راست میگید. درمان اعتیادم معمولا خوب روش های مختلف براش هست، قرص هست، شربت هست، احتمالا شیاف هست. ولی وقتی کار خیلی سخت بشه و مریض به هیچ کدوم از این درمانها بیماریش و اعتیادش جواب نده، تنها راهش مرگ اونه دیگه. یعنی کسی که معتاد شد مثلا به شیشه یا هروئین و هرچی سعی کردن درمانش کنن نشد، آخر سر راهش اینه که انقدر این روش رو ادامه بده تا بمیره دیگه، چاره دیگری نیست.
این روزا هم با خودمون فکر کردیم نکنه امسال این جایزه صلح نوبل رو بدن به آقای کری و آقای مهمجواد ظریف. بعید نیست ما پیش بینی میکنیم، چون این نوبلیا و این غربیا از این شاهکارا دارن. یادتونه نوبل رو به کیا دادن؟ به عرض میشود که یاسر عرفات و کارتر و همین آقای اوباما و شیرین عبادی، و هیچ بعید نیست امسال هم بدن به این دوتا. حالا ببینیم، فقط یه پیشبینیه تا چه پیش آید. واقعا ما گاهی تعجب میکنیم، حیرت میکنیم از کار این رژیم شریف. ببینید، شما به یه بچه 3-4 ساله که چسبیده به دامن مادرش و یه چیز رو اصرار میکنه و میخواد، وقتی حالا 3-4 بار باهاش صحبت کنن آقا، خانوم، دختر جان، پسر جان، نمیشه، مثلا بچسبه به پدر مادر فلان چیز رو بخر برای ما، توضیح بهش بدن آقا نمیشه، عملی نیست، به درد تو نمیخوره، یا احیانا دوتا تشر روش برن این برای تو خوب نیست، منصرف میشه دیگه. یه بچه ای که 3-4 سالشه هنوز ذهنش هم کامل نیست، عقلش هم شاید کامل نباشه، ما حیرت میکنیم که این گوساله هایی که به مملکت من و شما غالب شدن و حاکم شدن نمیفهمن این مسئله ساده رو که با شادی های مردم، با مسئله حجاب خانم ها حالا یا مردا، حذف عید نوروز و چپوندن عید قدیر مثلا یا عید قربان به جای نوروز یا سایر اعیاد ملی، یا اینکه مردم رو بخواید با فشار وادار کنید که حالا دوست دارن مثلا مشروب عده کنید بخورن ممانعت کنید، اینا عملی نیست. 37 سالم نتیجه عکس داده. الان در بسیاری موارد زنا بی‌حجاب‌تر از زمان اعلیحضرت خمینی هستن. زمان اعلیحضرت تو خیابون نگاه میکردی 4 تا دختر حالا بی‌نجوبی بودن، بی‌حجاب بودن، کنارش 2 تا زن ایرانی هم با فرض کنید که چادر نماز چادر مشکی رد میشدن. کسی رو به کسی. این اصراری که شما میکنید نتیجه عکس میده آقایون، هیچ فایده ای نداره، آخرم به ضد خودتون تبدیل میشه. حالا خود دانید. یادتون باید باشه که چند سال پیش یکی از برادران جانی، یعنی محمد جواد، نه علی لاریجانی، یکی از این 5 برادر جانی، رئیس طبیله اسلامیست الان، ایشون در مخالفت با مذاکرات اتمی فرموده بودن که این غربی‌ها میخوان از ما در غلطان بگیرن و به ما آب نبات چوبی بدن. اعتراض کرده بود به این شکل. اخیراً هم بعد از این به فرجام رسیدن برجام، یا گذاشتن سرانجام بر انجام برجام به قول ما، یکی دیگه بازیه زری زده. و اون این یارو چیه؟ اخیراً پس از اتمام مذاکرات و حصول یه توافقی بین غربی‌ها و رژیم، این یارو محمد رضای نقدی، فرمانده بسیج، اون محبتی که فرمانده بسیجه، قیافش رو دفعه پیش توضیح دادیم که بچه ها وقتی عکسشو میدازن یه لگن هم میذارن سرش، چون این همونی بود که گفته بودیم ناوای هواپیما بر آمریکا لگنه. ایشون گفته که آزادی 1.7 میلیارد دلار و رفع تحریم بانک سپه در حقیقت بهای آزادی جاسوسان امریکایی بود. یعنی به ما اینا رو دادن در ازای آزادی اون 4 امریکایی ایرانی تبار. اما نظر ما چیز دیگری است. ما نه با آقا که ترس کن، با اون جانوری به نام لاریجانی موافقیم، نه با ایشون. ما معتقدیم، خدا بیامرز مرحوم ملا نصرالدین رو، گفتیم در یکی از این برنامه ها، ملا نصرالدین خرش رو برد بازار بفروشه
دلاله شروع کرد به تعریف کردن، بعد خودش خرش رو از دلاله خرید، خر خودش رو خودش خرید، یه پولی باز خرید. حالا این به اصطلاح سردمداران رژیم هم همین کار کردن، 4 تا ایرانی دادن 7 تا ایرانی گرفتن. خیلی جالبه اون 4 تا ایرانی که اونا آزاد کردن فوری فلنگ رو بستن اومدن اینور امریکا، ولی این 7 تا ایرانی که اینور آزاد شدن حاضر نیستن به دامن مام میهن اسلامی برگردن، گفتن جای ما همین تو امریکا خوبه. یعنی احیانا به این نتیجه رسیدن با اینکه متهم بودند و به اصطلاح آزاد شدن، اینجا احتمالا امتره براشون تا امت‌خورای اسلام، این تصمیم گرفتن اینجا بمونند. بعدم که میخواستیم به این دلواپسان بگیم شما راجع به این قضیه توافق و برجام و اینا نگران نباشید، این رژیم کار بعدی نکرده، یه تعویض کرده دیگه. شما میتونید برید یه 20 تومانی رو بدید با 4 تا 5 تومانی یا 2 تا 10 تومانی عوض کنید. خب اینا پولاشون رو خورد کردن، یه 4 تومانی دادن 7 تا 1 تومانی گرفتن، احتمالا این میتونه باشه دیگه، کار بعدی نکردن. البته در این رابطه هم میگن یک همشهری ما یه زمانی تصمیم گرفت پول قلابی چاپ کنه، بعد اون زمان رفت 30 تومانی چاپ کرد، بعد هر جا برد کسی ازش بر نداشت، 30 تومانی که تو ایران نیست، برد تو همون ده خود ما، خب برم اونجا به همشهری های خودم، هم ولایت های خودم، برد اونجا داد، طرف هم 2 تا 15 تومانی بهش داد. حالا داستان اینا به این ترتیبه که 4 تا ایرانی دادن 7 تا ایرانی پس گرفتن. ولی ببینید اونور چه خبره، این ایرانیان آزاد شده، این بیگناهایی بودن که کاری نکرده بودن، این دولت ظالم ایالات متحده شمس‌آباد اینا رو دستگیر کرده بود و زندان کرده بود به خاطر رژیم، اینا حاضر نیستن برگردن ایران، گفتن جامون اینجا خوبه. اخیراً هاشمی نامی که وزیر بهداری کابینه چی میگن؟ چی و امید؟ اعتدال و امید؟ همون کابینه حسن آقای فریدون، ایشون سفری کرده به سوریه و آی از ارث پدر نامردش بخشیده به سوریا، سوریا هم چه عشقی میکردن. وزیر بهداریشون گفته بود ایرانی ها قول دادن دکتر بدن، آمبولانس بدن، بیمارستان بسازن، دارو بدن، در حالی که مردم خودمون پشت در بیمارستان ها بی پولی می میرند، اینا پولا رو. من یکی از رفقا می گفت مگر نه این که میگن چراغی که به مسجد به خانه رواست به مسجد حرامه. خب گفتیم درست، مطلب اینه که اینا خانه شون همون سوریه و عرض می شود که لبنان و غزه و حوثی‌های یمن و ایناست، خانه‌شون اینجاست، اینا که ایرانی نیستن، ایران مسجدشونه، میرن گاهی توش نماز میخونن، خونه اصلیشون اینجاست، بنابراین اینا اونا رو روا میدانن که به خانه بره، یعنی بره تو حلقوم بشار اسد و اراذل و تروریست‌های طرفدارش، بره برای غزه‌ای ها لبنانی ها. آخ اندوه لبنان کشت ما را، دیدید در لبنان چه اندوهناک زندگی میکنن، دیدیم چند تا از این لوبتان لبنانی کنار دریا با یه وضع غیر شرعی، البته بعد پولای من و شما میره اونجا. حالا بر ما که مسئله نیست، یعنی ما از با اون قسمتی که توضیح دادیم مخالف نیستیم، صحنه هاش زیباست، ولی اینی که اینا ادعا میکنند این خودش حیرت انگیزه. بگذاریم، اخیراً در این تبرعی که توی این تلویزیون های مختلف می کردیم، دیدیم رفقا و هموطنان به خصوص بعضیا که برها شخصیت های مهمی هستن و به خصوص تو کار طنز هستن، یا عرض می شود که اینها این کلماتی که این پیرمرد اختراع کرده همینجور فلهی استفاده می کنن. اشکال نداره، رو درواسی نکنید، استفاده بکنید،
حتی نیاز نیست که مثلا یه حرفش هم عوض کنید، ایز بوم کنید که کار خودتونه. نیازم به ذکر مأخذ نیست، چون اصولا ما که برامون مسئله کپی رایت و حق مؤلف و اینا مطرح نیست. رواسی نکنید، استفاده کنید. نیازم نیست که بگیدین مثلا اصل این کلمه رو چی ساخته، نیازم گفتیم نیست. اصلا لازم هم نیست که مثلا یه صافکاریش کنید، رنگش کنید، یه حرفش رو بردارید، یه حرف از خودتون اضافه کنید. اون رواسی نکنید، قابلی ندارید. استفاده کنید از کلماتی که ساختیم، مطالبی که مطرح میکنیم. اگر نیاز شد برادران و خواهران استفاده کنند. سبیل الله وقف کردیم، اینا رو وقف کردیم، مال وقفیه، شما میتونید استفاده کنید، مشکلی نیست. در حال نگران این مطلب نباشید برادران، استفاده کنید. از اینم بگذاریم، این خبر رو گوش بدید. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور در دومین همایش سراسری استانداران و فرمانداران سراسر کشور در صبح روز پنجشنبه گذشته در وزارت کشور برگزار شد که در این وزارت کشور برگزار شد، گفت که عامل بیرونی تعرض به سفارت عربستان در خارج کشور دستگیر شده و به داخل منتقل شده. یعنی به این نتیجه رسیدن علمای اعلام و حجج اسلام و سردمداران راستگو و صادق رژیم خبیث ایران، چی میگن، سارقستان اسلامی، یعنی همون ایران سابق، به این نتیجه رسیدن اصلا تو داخلی نبود، از خارج یه عنصر نفوذی این کارا رو کرده، دستگیرش کردن و آوردن و الان هم تحت بازجویی. این خبر رو دیدیم، بعد رفتیم سراغ کامنت های زیرش. معمولا خبر که هست یه چند تا از هموطنان میان کامنت میذارن. این کامنت ها به دو دسته تقسیم میشد. یه دسته که خیلی محترمانه موضوع رو مورد سوال قرار داده بودند، از این قبیل که شما که انقدر فرز و زرنگ هستید، پس چرا اون اسید پاشاب و اون قاتلین خودسر و اون قاتلین قطعای زنجیره‌ای رو یا حمله کنندگان به دانشگاه و قاتلین دانشجوها رو در 78، قاتل ندا، قاتلین کهریزک، اینا رو نتونستید دستگیر کنید تا حالا؟ چجوریه اینو فوری در 5 روز 10 روز پیدا کردید و مأمور فرستادید و دستگیر کردید و آوردید، ولی اونایی که تو همون میهن اسلامی هم هست هنوز نتونستید دستگیر کنید؟ بعد این خارج کجا بوده که اجازه داده مأمورین شما برن یارون اونجا فوقی؟ البته از این خارجای اینجوری مثل که مثل میهن خودمون هست داریم، مثلا در بعضی کشورها اگه یه حق حسابی چیزی بدی، خب این عملی است، این که مسئله ایست. اما گروه دوم آدمایی که بی تربیت بودن و فحش و فضیحت بود که به این آقای معاون امنیتی انتظامی داده بودند و به خصوص چند نفری به این عالی جناب گفته بودن خر خورده. حالا شما دنبال نظر ما هستید، میدونید ما وقتی یه خبر رو میخونیم منتظرید ببینید نظر ما اینه که این گروه دوم آدم های بدی هستن، بی تربیتن. چرا اینجوری با معاون برخورد کردید؟ معاون محترم، چرا بهش گفتید خر خودتی؟ چرا توهین کردید؟ ما این توهین برامون سنگینه، چرا شما به خر توهین میکنید؟ حالا نگران هستیم که ما به هر حال یه سمتی در حزب خران داریم، میدونید از دیرین زمان ما عضو حزب خران بودیم، نگرانیم حالا خران جهان بیان یه شکوایه بیارن
از ما بخوان که ببریم بذاریم چی سازمان ملل بدیم و این خرا اعتراض کنن که چرا مردم به ما توهین میکنن، چرا مثلا ما رو به این آقای معاون امنیتی انتظامی تشبیه میکنن. این هم هست. بگذاریم. هفته قبل میدونید در داووس سوئیس در یک کنفرانسی تحت عنوان مجمع جهانی اقتصاد یه عده از این سران بعضی کشورها جمع شده بودن، از جمله جناب حسن خان فریدون، پرزیدنت حسن، رئیس جمهور تدبیر و امید صادقستان اسلامی ایران سابق و جناب نتانیاهو، بنیامین نتانیاهو، وزیر امور خارجه و چیز نخست وزیر کشور اسرائیل. و خیلی جالبه این دوتا توی یه هتل سکونت داشتند، یعنی فکر کنید اتاق 514 و 718 توی یه هتل. و بعد زمانی که اینا صبح اون روز میان در لابی هتل در رستوران صبحونه بخورن، نوشته بود این برگزار کننده ها، این بیترا و بیترسا، پیش خدمت ها، حواسشون جمع بود این میز این دوتا به هم زیاد نزدیک نباشه، میز آقای نتانیاهو رو مثلا منتها علیه غرب، مال آقای حسن آقا رو منتها علیه شرق گذاشته بودن، یه موقع خدایی نکرده برخوردی بین اینا پیش نیاد. این داستانه که ما خوندیم یاد یه قضیه افتادیم. ما یه همسایه داشتیم طبقه پنجم خونمون، یه مرد و زن بسیار محترم که از اینجا بهشون درود میفرستیم، اینا با ما هموطن بودن، دوستی پیدا کردیم و این دوستی هم ادامه داره. البته الان دیگه از بیلدینگ ما رفتن، از ساختمونی که ما هستیم رفتن. اینا یه سگ کوچولویی داشتن که اون سگ بعداً مرحوم شد و چقدر ما قصه خوردیم برای اون سگ، سگ نازنین کوچولو. اینا یه شبی که اومده بودن خونه ما گفتیم بیاین یه شام با هم مثلا بخوریم، سگشون رو آورده بودن. آقا این سگ بدبخت کوچولو هم بود و وارد شد، اگه بدونید این گربه ما چه کرد، رفت یک شاخ و شونه‌ای براش کشید، پرید بهش. ولی ممنیم گفت بابا این احساس میکنه اینجا منطقه خودشه، این سگ تجاوز به منطقش کرده، از حریم خودش دفاع میکنه. در حال این انقدر این گربه عصبانی شده بود، رفته بود پریده بود به این. ما بلند شدیم جداشون کردیم، بعدم آوردیم گربه‌مونو، دیدیم چاره نیست، این ول نمیکنه، تا بغلش هم کردیم پیش خودمون نشستیم، تلاش میکرد از جنگ ما در بره، بره به پره به سگ این دوستمون. آخرش آوردیمش تو اتاق، گفتیم بیناموس اینجا بمون، تو احترام به مهمون ما هم نمیذاری. بری مگه ویل میکرد، اومده بود پشت در پنجول میکشید که بیاد بیرون و بره سراغ سگه. والا بی اختیار این صحنه رو که این خبر رو که خوندیم یاد اون مرحوم اون سگ، خدا رحمتش کنه، و جالب اسم اون سگ ویسکی بود، خدا بیامرزش، سگ کوچولو زیبا، بعدم مریض شد فوت کرد. ماجرای دعوای ویسکی با این پیشوه ما اسم اینم پیشوه، جالب بود برای ما این حیوان چجوری است خودش میخواست دفاع کنه. حالا بی اختیار یاد اون دعوای گربه و سگ افتادیم، ولی خب به خیر گذشت. بعدم صبحونهشون رو نوش جان کردن و رفتن پی کارشون. این خبر رو گوش بدید، عبدالعزیز ابن عبدالله آل شیخ، مفتی اعظم عربستان سبویی، یادتون باشه عربستان سبویی این از ابداعات خود ماست، سبویی از سبعیت میاد، تو اونجا یه جامعه متمدن که نیست، جامعه‌ای که زناش نتونن رانندگی، حق رانندگی نداشته باشن، یه جامعه سبعه، یه جامعه وحشیه. سرانشو میگیم، ملتش خیلی شریفن، بسیار انسانهای شریف در بین ملتشون هست. به هر حال این آقای رای مفتی اعظم عربستان سعودی فتوایی صادر کرده. این مفتی های عربستان از این فتواها زیاد در میکنن، صادر میکنن، اکثرا هم خیلی جالبه. مثل که یکیشون گفته بود اگه یه زنی با یه مردی همکار باشه، باید مرده از سینه زنه بمکه 5 بار تا
به هم محرم بشن. حالا تصور کنید یه مرد 60-70 ساله و یه دختره که مثلا 24-5 ساله توی اتاق میخوان کار کنن، بعد اون مرد بخواد از سینه اون دختر خواهد. حالا بگذاریم مثلا این مسائل دلش کنید، حالا این فتوا رو گوش بدید. فرموده که بازی شطرنج غیر اسلامی و حرام است، مسلمانان با روی آوردن به آن عبادت را فراموش میکنند، بعدم معتاد میشن به این بازی شطرنج، بعدم این کار اتلاف وقت و باعث این میشه که پولدارا پولدارتر بشن، فقرا فقیرتر. در حقیقت یه نوع تجارت هست و بت پرستی، قمار و بت پرستی، یه نوع قمار و بت پرستی. حالا جالبه که در جمعه گذشته، جمعه 22 ژانویه، مسابقات شطرنج بوده در شهر مکه، یعنی ام القری اصفهان. نشدیدی بعد که این پلیس دینی عربستان که مأمور رسیدگی به این کارا هر چه کرد بعدن با این داستان فتوا و اون داستان برگزاری مسابقات شطرنج؟ بعد مراجعه کردیم دیدیم که اتفاقا آیت الله سیستانی، آیت الله علی سیستانی، رهبر سکند هند در حقیقت، چون رهبر مسلمین جهان که سلطان علی شاست، اون هیچی، ایشون هم یه جورایی ادعای رهبری داره به هر حال، ایشون هم شطرنج رو حرام میدونن. عرض میشه که حضرت امام راحل اول حرام میدونستند، بعد یه جورایی حلال فرمودند، مثل همون داستان چیه؟ خاویار و اینا. حضرت رهبر معظم سلطان علی شاه هم یه 10 سالی حرام میدونستند، بعد مثل که کم کم گفتن اگر شرط بندی نباشه روش حرام نیست. حالا خیلی داستان جالبیه که آقای مفتی به کار شطرنج بازی کرد. البته خب به نظر ما هم حرامه ها، جدی بهتون میگیم، چون شطرنج یه جورایی بازی فکریه. بعد حالا شما فکر کنید که بازی شطرنج فکر شما ها رو باز میکنه، از تفکر راجع به مسائل اسلامی باز میداره، خود این برای حرام بودنش کافیه. البته این چیز نیست، این فتوای علماء مذهب حقه پاناسونیک نیست، اونا همه رو حلال میدونن و واجب حتی. بگذاریم اون فیلم بدون دخترم هرگز رو شنیده بودید؟ حالا ما اسمو گذاشتیم برای جمهوری ناشریف و خبیث اسلامی، بدون مسئله هرگز. اینا بدون مسئله نمیتونن زندگی کنن. بعد از اون ماجرای برجام و اون انگولک موشکی و فرستادن عماد، چند روز پیش یه ساز جدید، 3 امریکایی رو در بغداد شیعیان دزدیدن. خب شیعیان سر نخشون به کجا وصل میشه؟ به علمای اعلام و حجاج اسلام در ام القری. حالا با شکلکی تو کارشونه، اینا رو عرض میشه که گرفتن که چه بکنن، یه جوری باز معامله کنن، عوض کنن. در این که اون شیعیان نوکر رژیمن که بحثی نیست، حالا باید نشست دید که به کجا میکشه، چی میگیرن این ستا را پس بدن. چیزه گفتیم پول خورد میکنن دیگه، یه چیزی میدن، مثلا یه 20 میدن 4-5 یا 2-10 میگیرن، یه 100 میدن 10-10 یا 2-50 میگیرن. حالا باید دید که این ستا رو با کی عوض کنن. احتمالا قصد فقط هم. متاسفانه شنیدیم که در تونس هم تظاهراتی شده اعتراض‌آمیز به بهانه اوضاع بد اقتصادی. تونس بین این کشورهای شمال افریقا کشوری بود که بعد از اون ماجرای بهار عربی جان سالم به در برد، اونم نبود دلیلش مگر اینکه چند تا از متفکرین تونسی نشستن و قضیه رو یه جوری سرتاش هم آوردن. اخیراً داره یه تحریکاتی اونجا میشه. ما به دلیل فساد اخلاق فکر میکنیم کار غربی هست، مثل همون کاری که در به هم ریختن جامعه ایران در 57 کردن، یا داستان پینوشه
که زنها اومدن تو خیابون قاشق زنی کردن پشت قابلمه و بعدم حمله کردن کاخ سالوادور آلنده رو بمباران کردن و سالها شیری گرفتار اون پینوشه دیکتاتور شد. احتمالا نمیتونن با آرامش در تونس کنار بیان و بذارن ملت تونس سالم زندگی کنه. آرزوی ما اینه که امیدواریم ملت تونس اینقدر آگاه باشه و هوشیار باشه که زیر این بار نره و نکنه اون چی که ما ایرانی ها به سر خودمون رو بردیم. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده شمس‌آباد فرموده که به هفته گذشته ممکن است بخشی از پولهای آزاد شده برود خدمت تروریستا. پولایی که آزاد میکنن میدن به آقایون علما در سارقستان اسلامی. گفته بحثی نیست، ممکنه یه مقدار از پولا بره اینا بدن به تروریستا، ولی عیبی نداره. ما هم معتقدیم عیبی نداره، در حقیقت جای دوری نمیره. حالا اگر فرض کنید پولایی که آزاد کردن بدن به اینا، اونا بدن به بشار اسد یا حوثی ها یا غزه ای ها، اونا هم بالاخره دوستان آقای کریان. یه دوستی گرفته داده، اون دوست داده به یه دوست دیگه. بنابراین مثل که آقای کری فرمودن، ما هم برای این اعتقادیم اشکالی نداره گور پدر ملت ایران بگیرید بدید به دوستان دیگرتون. در اخبار اومده بود، حتما شنیدید، به خصوص شما که ساکن ایالات متحده شمس‌آباد هستید. دانیل هورسکراف افسر پلیس شهر اوکلاهوما 29 ساله در ایالات متحده شمس‌آباد به جرم تجاوز به چند زن سیاه‌پوست، آن هم در هنگام انجام وظیفه در محله فقیرنشین شهر، به 293 سال زندان محکوم شد. این آفیسر، این جناب سروان، حالا یا هرچی هست، از دسامبر سال 2013 تا ژوئن 2014 در حقیقت به هیچ زن و دختری رحم نکرده، چون در بین قربانیانش از دختر 17 ساله بوده تا مادر بزرگ 50 و چند ساله. حالا هم گرفتنش و محاکمش کردند و حالا با خودمون فکر کردیم هیچ بعید نیست مثلا همکاران پلیسش اعتراض کنند، حالا آزادش بکنند، یا جناب پرزیدنت برک حسین اوباما با یه فرمانی عفش کنه، آزادش کنه. به هر حال از اینجا خواستیم بهش بگیم که برادر، اگر یه موقع آزاد شدی ظرف همین مدت، ما کار خوب برات سراغ داریم، بیا برو در سارقستان اسلامی. اونجا اصلا این قفت بازی ها نیست که پلیس هر کاری کرد بگیرنش، محاکمش کنن. داریم نمونه ها، پلیس یارو رو میگیره، بدبخت جوان ایرانی رو موهاشو میزنه، حتی نمیزنه با قیچی، با فندک میسوزونه. دیدید فیلماشو در این به اصطلاح سایت های اینترنتی، یا توی زندان ها تجاوز میکنن علنا، حکم شرعی هم دارن. یا برو بهترین جا با این اخلاق پسندیده و حمیده‌ای که تو دارید، جا در سارقستان اسلامی، بیا معرفیت کنیم برو اونجا، هم حقوق خوبی بهت میدن، بعدم میتونن اونجا بگن که یکی از پلیس‌های شریف ایالات متحده شمس‌آباد این رژیم خونکار از دست اونا فرار کرده، پناهنده شده به سارقستان اسلامی. برای اونا هم بد نیست. به هر حال با ما در تماس باش، اگه خواستی یه کاری برات رو براه کنیم. تو واقعا مستحق این هستی که بری در اونجا و کار کنیم. گفتیم بهتون هر از گاهی دلمون میسوزه برای این سران رژیم خبیث سارقستان اسلامی، یعنی ایران سابق، برای آقایون علمای اعلام و حجاج اسلام، با این مشکلاتی که دارن. نشستیم ببینیم که یه راهی پیدا کنیم کمکشون بکنیم. همیشه میگردیم یه راه چاره‌ای برای مشکلاتشون پیدا کنیم.
اخیرا حقیقتش با خودمون فکر کردیم، البته یه چیزایی هم شنیدیم به این فکر افتادیم ما. اجازه بدید قرص ساعت دو رو بخوریم. بدونید بعد از این گذاشتن سرانجامی بر انجام برجام و این توافق حالا این پس این پخته، با اینکه خیلی آقایون پر روان همین سران رژیم خبیث، ولی یه جاهای دیگه کوتاه اومدن. از جمله شنیدیم که اون سرودی که میخوندن آمریکا آمریکا ننگ ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچه دگر چنگ تو رو، اینو از ایران سل حذفش کردن. ایران سل ما که حالا 40-30 سال ایران نبودیم، فکر میکنیم همین داستان موبایل هاست، تلفن دستی ها. دکتر سیروس باز اون دفعه پیش هم گفتیم تلفن دستی باز ما رو مچن نکنی، اذیت نکنی، منظورمون همونه که شما ها میگید موبایل. برحال این سرود رو از اون ورودی اون ایران سل برداشتن، خب دیدن دیگه خیلی سس دیگه. بعد فکر کردیم واویلا الان این 22 بهمن دهه زجر در میونه، اندکی بعدش هم باز 12 فروردین روز جمهوری اسلامی در کار داره میاد، بعد 13 آبان هست از این مناسبت های یوم اللهی. خب تکلیف چیه؟ اگه قرار بشه مثلا در سالگرد انقلاب، پیروزی انقلاب با شکوهمند اسلامی فوش به آمریکا و اسرائیل ندیم، به کی بدیم؟ به خصوص به امریکا. بنابراین اومدیم با خودمون فکر کردیم، مراجعه کردیم به معلوماتمون، دیدید که یه شعاری دارن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، مرگ بر منافقین و صدام، مرگ بر اسرائیلی هم چیز. اینو یه اصلاحاتی درش ایجاد کردیم، توصیه میکنیم در این مراسمی که در پیش دارید مردم رو تحمیق کنید، بشورید مغزاشون، این شعار رو بدید دستشون، تو کلشون بذارید: مرگ بر آفریقا، مرگ بر مولوی، منظورمون میدون مولویه، مرگ بر مخالفین سگها، مرگ بر اسرائیل. خب ببینید این هیچ اشکالی نداره، نه رابطه آقای ظریف رو با کری بد میکنه، نه با آقای اوباما بر میخوره، نه مردم امریکا ناراحت میشن. مرگ بر آفریقا یعنی قاره آفریقا هم بمیره. شما که همه دنیا رو مرگ گفتید، آفریقا رو هم بگید، چه مهمه؟ سه آفریقایی هم که حالا. مرگ بر آفریقا، مرگ بر مولوی، میدون مولوی، مرگ بر مخالفین سگ ها. اینجا البته اشکال داره ها، چون مخالفین سگ ها عزیزن در جمهوری اسلامی، ولی اینم لای سیویل بذارید مهم است. بعدم مرگ بر اسرائیل، خب خوبه مرگ بر اسرائیل که نیاد قبض روحتون کنه. البته ظاهرا اسرائیل رو یه جوری مرگ به مرگ هم بارداشتید آقای آیت الله جنتی، حالا بگذارید. بعد ما خودمون فکر کردیم که خب اینا غیر دادن این شعارا، پرچم امریکا و اسرائیل هم پهن میکردن از روش راه میرفتن، اینو چی کارش کنن؟ برای اینم چاره کردیم، گفتیم در این مراسمی که در پیشه بیایید به جای پرچم امریکا و اسرائیل و یا هر ملت دیگه ای این عبا و عمامه رفسنجانی هست، آیت الله رفسنجانی، اینو پهن کنید، به مردم بگید از روی این را برن. که الان رفسنجانی دشمن حضرت رهبر هم دیگه، الان رحباسی که نداریم، این یه کار انقلابیه، بگید بیاد این عمامه حضرت، اینم عباش از روی این را برید. یا یه جانوران دیگه ای مثلا عبا عمامه یوسفی اشکوری که اومده این بر عبا عمامه رو برداشته، البته این و اون یکی جانور دیگه یعنی محسن کدیبر اگر عبا عمامه رو برداشتن اون داخل هنوز گوها هستا، یعنی از تو کله عبا عمامه رو بر نداشتن، ظاهرا برداشتن عبا عمامه. اینا همونجا برای اینکه پنگ کنین ملت امت همیشه در صحنه عرش رد بشن، یا به جای پرچم آمریکا و اسرائیل آتیش بزنید، بر چیزی نیست. بعدم میگید چون اینا به غرب پناهنده شدن و به دامن استکبار پناه بردن،
یا از همه بهتر چیزی که توصیه میکنین آتش بزنید به جای پرچم آمریکا، ریش این عبدالکریم سروشه، اونم برای آتش زدن و چیزی نیست. حالا خود دانید اگه خواستید. به حال ما برای اینکه مشکلات شما را حل کنیم یه جوری به دادتون برسیم، این طرحهای انقلابی رو پیدا میکنیم و در اختیارتون میذاریم و تازه از ما تشکرم بکنید، ما بهتون لطف میکنیم. در حقیقت عرض میشه که خب از این داستانها هم گذر کردیم و بریم سر یک فاجعه دیگر. به این پیام گوش بدید. با درود به پیر عزیز و چاره به علاوه یک، کسی که در برنامهش رک باشد حتما در زندگی هم رک و راستگوست. پیر گرامی، پس از 195 روز برای 31 روز به خشکی آمدیم، جای همه خالی، دوستتان داریم مهدی. میدونید که مهدی از دوستان یا بهتر بگیم بینندگان و شنوندگان عزیز ماست در شمال فنلاند. مهدی ماهیگیره و قسمت عمده سال رو در روی کشتی در دریا کار میکنه. اینجا به ما خبر داده که برای 31 روز مرخصی خودش و اون گروه 24 به علاوه یک، چون مهدی در یک گروه 25 نفره از دوستانش که توشون از اکثر ملیت ها هستن، افغان هستن احتمالا و بسیارشون هم فنلاندیان، با اونا کار میکنه. اخیرا برگشته به ساحل، همیشه هم مینویسه که اونها هم به ما محبت دارن، دوستانش اون گروه، و میگفت گاهی هم بعضی چیزهای تو رو ترجمه میکنیم به فنلاندی، اونا میگیم میخندن. خودمون مرسی. به هر حال مهدی جان، آرزو داریم که در خشکی بهت خوش بگذره، تجدید نیرو و قوتی بکنی برای کار باز برای 195 روز بعد. به هر حال ممنونیم ازت. بیننده و شنونده عزیزمون تحریری گرامی نوشته که پیرگدای خراسانی فیسبوک ندارد. میخواستیم بگیم که متاسفانه شما در فیسبوک چیزی به نام پیر خراسانی یا پیرگدای خراسانی پیدا نمی کنید. حالا شاید در روزهای آینده اگر بتونیم این متخصص مخصوص خودمون رو که کارهای کامپیوتریمون رو انجام میده و همیشه به ما محبت داره و خیلی هم گرون حساب میکنه، یعنی وقتی میاد عرض میشه که اینجا به کامپیوتر ما رو یکی دو ساعت ور میده و مشکلاتمون رو حل میکنه، ما ناچاریم یه چایی هم بهش بدیم. در حال این اگه بتونیم اخفالش کنیم یه بار دیگه بیاد اینا، بهش میگیم که یه دونه فیسبوک هم به نام پیرگدای خراسانی برامون درست کنه. ولی به هر حال شما همواره میتونید با ایمیل ما که معمولا زیر برنامه ما هست با ما در تماس باشید. میدونید که رفاقتی به هم زدیم با این دوست هموطن نادیده خودمان و بیننده و شنونده عزیز برنامه های ناگفتنی ها و شخص خودمان، دکتر سیروس محسن بند عزیز. دکترم همیشه برای ما یه چیزی به هر حال میفرسته دیگه، ما هم گاهی دیدیم، سعیدم گاهی نوشته هاشو انتخاب میکنه روی سایت میداره، ما هم هر از گاهی نوشته ای از ایشون رو برمیداریم و اینجا استفاده میکنیم. یه مطلبی برای ما نوشته تحت عنوان دمت گرم، دم خودت گرم. نوشته آفرین آفرین برای این برنامه پر لطف و صفا. راجب برنامه دفعه قبل، برنامه شماره 87 سه شنبه گذشته 19 ژانویه صحبت میکنه، همین برنامه که در هفته گذشته بود، نوشته آفرین آفرین برای این برنامه پر لطف و صفا. نشون دادی که نتونستن تو یکی رو آدم کنن، منظورش ما این راست، و مجبورت کنن برنامه های بی آب و رنگ و بی رمق درست کن. خنده رو به لب من برگردوندی. زنده با زنده باد پیر خراسان. بعد یه مطلب جالبی در ادامه نوشته، نوشته یه آشنایی دارم هر وقت ازش چیزی بپرسی میگه واسه چی میخوای. وقتی که براش توضیح میدی که واسه چی میخوای، بازم به سوالت جواب نمیده،
بلکه میگه به نظر من اون کار رو نکن، این کار رو بکن، یعنی این که من میگم. مثلا اگه ازش بپرسی قرمه سبزی چجوری درست میکنند، میگه کیو میخوای دعوت کنی؟ بهش میگی فلانی، میگه به نظر من فلانی رو دعوت نکن، فلونی رو دعوت کن. و در ضمن قرمه سبزی بهش نده، فسنجون بهش بده. آخرین بار که یه اتفاق تکرار شد بهش گفتم عزیز دلم، تو که به سوالم جواب ندادی، کلی هم اطلاعات از من گرفتی، آخرش هم یه چیزی گفتی که اصلا گن زدی به همه برنامه من. قضیه ما شنوندگان برنامه تو هم همینجوره. باید یاد بگیریم که به عنوان تماشاگر همیشه حق داریم درباره برنامه هات نظر بدیم، ولی اگر از ما پرسیدی که برنامه تو چجوری درست کنی، به خصوص اونایی که یه چیزی از جیب مبارکشون اخ می کنند، دکتر یکی زدی به ماها، بابا ما میدونیم تو یه چیزی از جیب مبارکت اخ می کنی و لطف می کنی و به اصطلاح اسپانسر برنامه مایی، دمت گرم. خواستی اینو بهت بگیم؟ خب گفتیم دیگه. بله، ولی اگر از ما پرسیدی که برنامه چجوری درست کنی نظر بدیم، اون وقت پیشنهادهای داهیانه خودمونو برات بفرستیم. در جواب دکتر نازنین میگیم، ما دفعه پیشم گفتیم دکتر جان، ما به پیشنهادهای شنوندگان و بینندگان عزیز رو بسیار محترم میشماریم و اهمیت میدیم. اصلا یه آرشیو بایگانی داریم، یه آرشیو بایگانی داریم اینجا برای نظرات و پیشنهادات بینندگان، به خصوص شما. اینجا سطل این زیره اون بایگانی ما ها، کاری نداریم، حالا سطل رو نشون نمیدیم. در ضمن به توصیه میکنیم این پیشنهادات داهیانت رو بفرست برای عمه جان، نه عمه جان ماها، عمه جان خودت. بگذاریم دکتر، یه موقع یه چیزایی میگی بعد به جواب بدیم. دوست نازنینمون سیاوش لشکری، یک عرض میشود ایمیلی برای ما فرستاده، خیلی جالب. البته این ایمیل رو قبلا هم در جای دیگه دیده بودیم که یه سیستمی ابداع و اختراع شده، این کفار اختراع کردن که شما به جای این لپتاپ و دسکتاپ و عرض می شود فلان و چی میگن این تلفن ها و فلان، یه دونه حلقه است، علنگوه، به دستت میبندی، بعد روی پوست دستت صفحه مونیتور کامپیوترت میاد و اونجا میتونی باش تلفن جواب بدی یا سایت ها رو بررسی کنی. اینا فرستاده بود آقای سیاوش نازنینم. سیاوش لشکری میدونید ناشر و سردبیر نشریه بسیار جالب بیداری است. ایشون اینو برای ما فرستاده بود. حالا بهش میگیم خب سیاوش جان، این از معجزات پیامبران اولوالعزم مذهب حقه پاناسونیک دیگه، یکی از آخرین معجزاتشون. خب زیادم پوز نده سیاوش به این، چون که در ام القرای اسلام هم ما از این پیشرفت ها داریم. یه مراجعه بکن، ما در ساخت ذریح و گنبد و گلدسته نامبروانیم در جهان. البته چیزش هم خودمون میزنیم، یعنی منظورم ببخشید چی میگن، خشتای تلاش هم خودمون میدیم، یعنی مردممون نون ندارن بخورن، اون مهم نیست، ولی اخیراً چقدر 25,000 خشت طلا و چند میلیارد تومن پول گذاشتن آقایون علما از همین مردم ناآگاه که میان تو این ذریعه ها میریزن که ببرن در عتبات عالیات. البته صنعتگرای اصفهانی و کاشانی و از کجا و کجا هم دست به کارن شب و روز. ما نمیدونیم این ذریعه ها مگر دموده میشه که باید عوض کنید،
یا گلدسته و گنبد مگه کهنه میشه، اکسپایر میشه، هر از گاهی چند هزار خشت طلا و عرض میشه. خب هست دیگه دیگه، یعنی واقعا باید عوضش کرد، نوسازی کرد. و اگه اونا رو باید نوسازی کرد، چرا خرابی های خرمشهر و خرابی های زلزله بهم خود نوسازی و بازسازی نمی کنید؟ بی‌انصافا. بگذاریم. عرض به حضور محترمتون، باز دوباره میدونیم که الان یه سری هم باز به ما دریوری میگید، ولی چاره نداره، میخوایم بریم سراغ این رسانه های فارسی زبان خارج کشور دوباره، تلویزیون ها و رادیو ها و عرض میشود نشریات و اول بریم سراغ اندیشه و جناب خسرو خان فرابهر. این خسروخان در دو سه برنامهش، به خصوص این برنامه پنجشنبه 22 ماه ژانویه، ما با اجازه شما اسم این برنامهش رو میذاریم برنامه هوتوتو. ما تعجب میکنید هوتوتو چیه؟ چرا هوتوتو؟ 50 دقیقه برنامه است. حالا هوتوتو رو براتون توضیح میدیم بفهمید منظورمون چیه. حدود 40-45 سال قبل، ببینید ما از دوران جوانی و طفولیت کلمون بوی قرمه سبزی میداد، بچه های دیگه میرفتن دنبال فوتبال و والیبال و عرض میشود که دختر بازی و فلان، ما بیشتر اهل کتاب و مجله و این مزخرفات بودیم. از جمله خواننده اطلاعات و کیهان که دوتا از روزنامه های مهم اون زمان ایران بودن، یه شب یک مقاله‌ای در یادمونیست کیهان بود جای اطلاعات خوندیم از زنده یاد ابوالقاسم حالت. تیتر مقاله بود 3000 تومان پول هوتوتو. تیتر مقاله این بود 3000 تومان پول هوتوتو. بعد روانشاد حالت توضیح داده بود، داستانم به این ترتیب بود که گفت ما یک ماه پیش، دو ماه پیش، یه روزی شبی حالم بد شد، عزیزانم منو رسوندن بیمارستان، کابوندن و شروع کردن به معالجه و به حال یک ماهی اونجا خوابیدم، اما روزی که قرار شد مرخص بشم یه صورت حساب گذاشتن جلوی من. این صورت حساب پول تخت بیمارستان بود، داروها بود، سرم بود، آمپولزن بود، سرمزن بود، از جمله اون آخرش علاوه بر اینها یه 3000 تومن هم اضافه کرده بودن که جلوش نوشته بود حق معاینه آقای دکتر. بودم خب ببخشید این 3000 تومن چیه؟ اون بالا که حق المعالجه، حالا حق العمل، همه چیزای آقای دکتر رو حساب کردید، این 3000 تومن چیه؟ گفتن بله این 3000 تومن مال اون 30 باریست که شبا آقای دکتر اومدن شما رو ویزیت کردن، حق ویزیت آقای دکتر. بعد میگفت فکر کردم آره آقای دکتر شبا 8 و 9 شب میمد در اتاق منو وا میکرد، همینجور داشت سوپ میزد، همچون که سوپ میزد میمد تو، سلام حالت خوبه؟ چطوری؟ خوبی؟ گفتم آره بهترم. گفت اوکی، از در میرفت بیرون. گفت این ویزیت آقای دکتر بود، میمد تو یه هوتوتو میکرد، حالت خوبه؟ بله. میرفت و 3000 تومن شبی 100 تومن منه برای این چارج کرده بودن، به قول ما کفار، یعنی هاش نمیشته بودم، یعنی میگم پول هیچ، پول باد، پول هوتوتو. حالا برنامه آقا برنامه هوتوتو بود در حقیقت. گوش بدید، عرض به حضورتون آقای فرابهر 50 دقیقه از برنامه رو، یعنی برنامه 50 دقیقه برنامه کنه،
صرف شرح و تفصیل و نشان دادن کلیپ و فیلم درباره اعمال حزب توده در 70-80 سال اخیر ایران کرده. پرداخته بود به داستان عرض می شود حزب توده در ایران و جاسوسی روسی به نام یوری بزمنوف صحبت می کرد که این آقا در زمان جنگ سرد به غرب پناهنده شده بود و مصاحبه هایی باش کرده بودند و مطالبی رو که آن جاسوس در امریکا در امریکای زمان جنگ سرد تصور توجه کنید جاسوسه از شوروی فرار کرده بود پناهنده به غرب شده بود اینجا در مصاحبه با مقامات امنیتی غربی داشت صحبت میکرد. خب اینجا که حالا تحت نفوذ تاثیر ایناست که نمیتونه همه واقعیت ها رو بگه، یک قسمت هاییشو میگه. بعد آقای فرابهر حرفای این رو دلیل قرار میداد برای محکومیت مبارزین ایرانی از جمله حزب توده. ما نه عضو حزب توده بودیم و نه هستیم نه هیچگاه بودیم. حزب توده اشکالات زیادی هم داشته، ولی بودن در حزب توده اون قشر پایینش، آدمایی که فکر میکردن این یه راهیست برای صلاح مملکت، چون حق اونا رو نباید ضایع کرد و میگفت که این مأمور کی‌جی‌بی بوده که بعدن هم به طرز مشکوکی تو خود همین آمریکا کشته شد. شاید احتمالا چیزایی گفته که به نفع غرب نبوده. ولی جالبه که اینایی که این میگه، جاسوس پناهنده به غرب روسی، اینو بر علیه یک قسمتی از هممیهنان خودش به کار میبره. نمیخوایم از حزب توده یا کسان دفاع کنیم ها، کلن داریم میگیم که آقای فرابهر چه کار داره میکنه. در برنامه یک شنبهش باز دوباره 24 ژانویه پرداخت به همون مسئله کهنه مسئول بهنود رو که ایشون به بالا ازد شادق اشرف توهین کرده بود، بر همون داستانی که صدای آمریکا ما رو نمیبره ما میدونید، منظورش خودش و مهران ملکی و مهدی شمشید معتقد ما رو باید ببرن دفاع کنه. بعد بند کرده به مریم فیروز و ایرج اسکندری و نورالدین کیانی و این جالبه به جوانان ایرانی توصیه میکنه برید تاریخ قاجار، شاهزادگان قاجار رو بخونید ببینید اینا چه به دستورهایی بودن. یعنی قاجاری که 100 سال پیش تموم شده، رفته، استخونهشون هم پوک شده، خاک شده. بعد اینا اکثران به خصوص همین آقای فرابهر انتقاد میکنه که آره این مصدقی ها به تعبیر او مصدق رو کردن امام حسین و براش گریه میکنن، عاشورای مصدق را میندازن. خیلی جالب بود این مومن ناگهان یه عکسی از طفولیت اعلی حضرت خدا بیامرز شاهنشاه آریا مهر شاید سن 5-6 سالگی ایشونو آورد رو صفحه تلویزیون و نمیدونید چه روزه سوزناک و دلخراشی خوند با حالت گریه برای امامی به نام امام محمد رضا پهلوی. میگو پادشاهم، مظلوم شاهم، با گریه. یعنی آقایی که انتقاد میکنه از اینکه مصدقی ها و 57 یا به قول ایشون مصدق و کردنش امام حسین و براش روزه میخونن، فقط دیرمون میخواست وسیله داشتیم نشونتون میدادیم گریه این، یعنی یاد آخونده افتادیم باور کنید.
بهش توصیه میکنیم این بار اگه صدای خوشی داری یه ها هم وسط این روزه بزن بگو آقا قربان نانه های دلت برم، قربان معصومیت، اینجوری بازارت گرمتر میشه. قربان قریبیت آقا، آقا آریا مهر، قربان معصومیت. اینا کمک میکنه که این روزت رونق پیدا کنه، دل شیعانت هم بیشتر بسوزه در معصومیت آن معصوم. آقای فرابهر واقعا واقعا مأموریت داری مردم رو به هرز ببری؟ مأموریت داری مردم ایران رو غافل کنی با توجه به جایگاهی که تلویزیون اندیشه داره و تو ایران پخش میشه؟ جوونا رو بفرستی پی نخودسیا به جای اینکه به اوضاع فلاکتبار امروزشون، به ظلم رژیم جمهوری اسلامی، به داستان انتخابات. آقای فرابهر این ایر تایم گران رو که دورمانی و کاردان در اختیار تو میذارن اگر ذره شرف داشته باشی باید بپردازی به این اوراق کهنه تاریخ. امروز چه دردی از من تو دوا میکن؟ اینا رو بعدن در یک دولت ملی میشه به همش رسیدگی کرد. البته میگن تاریخ آینه هست برای این روزی ها که به آیندهشون فکر کنن، اشتباهاتشون رو بتونن تکرار نکنن. آره، ولی امروز 2 تا 50 دقیقه در هفته وقت داری، بجای اینکه کوچکترین به اشاره به مسائل ایران بکنی رفتی نفش قبل کردی مریم فیروز و پیانوری رو عقب کشیدی بیرون که چی؟ بدبخت ماموری یا نمیفهمی؟ بیشتر حرص میزنیم حالیت نیست، نمیخوره بهت مأمور، مگر اینکه از پشت پرده جورایی بهت مأموریت میدن که حتی انصافا بگی خودت هم نمیدونی. برای چیز جالبی میگه این نسل 57 رو اصلا باید کنار بذاریم. بابا نسل 57 هنوز 3/4 رو زمین بنده است، چه جوری میتونی یک گروه هموطنات رو کنار بذاری؟ ما نسل 57 بدیم، شریم، خرابکاریم، آورنده خمینی هستیم، از اینا بدتر نیست. امروز چه میخوای با ما امثال ما بکنی؟ کنار بذاری؟ اعلیحضرت خودتو برداری؟ البته فکر نمی کنیم زیادم دل خوشی از این اعلیحضرت جوان داشته باشیم. البته نگران نباشی، اعلیحضرت برای سراغ داریم. اون شمیرانی، سعید شمیرانی یه پا خودش پهلوانو میگیم که اینجوری یه باری میشنه، خودش یه پا اعلیحضرته، اصلا ادعای سلطنت داره. شاید هم پنبه‌دانه خواب میبینه که در آینده تاریخ بنویسه پس از دفع شر فتنه خمینی بالاخره ملت ایران رهبر کبیر خود شاهنشاه سعید شمیرانی را به تخت نشاندن و ایشان در مثلا تاریخ 4 آبان سال 1900 و 2000 به سلطنت رسید. شاید خسرو جان ول معطلی برو سراغ ایران، برو سراغ ایران، به کار ایران بپرداز. ببین تو ایران چه خبره. و اما ایران آریایی، این آقای سیاوش آذری در برنامهش ادعا میکنه در تلویزیون ایران آریایی، میگه که میدونید تو صدای آمریکا کار میکرد، میگه من از صدای آمریکا با وجود حقوق کلان آمدم بیرون، یعنی صدای آمریکا رو ما ماهی اینجوری که شنیدیم 5-6 هزار دلار آمریکا حقوق بل کرده،
و اومده بعد رفته پیش شهرام همایون. شهرام همایون هم خورده بود به خشکی و تایی دختش چیزی نمونده بود، اونم ولکل اومد ایران آریایی و الان به ادعای خودش، به اعتراف خودش و جناب آقای وطنکار رئیس اون تلویزیون، فقط تنها چیزی که میگیره پول بنزینه، یعنی حقوق که نمیگیره، پول بنزین. سوال اون اینه آقای آذری، اومدی بیرون از صدای آمریکا یا قراردادت تموم شده بود دیگه تمدید نکردن یا اخراجت کردن؟ کدوم اینا؟ چرا به مردم دروغ میگی؟ اگر واقعا 5-6000 دلار حقوق اونجا رو ول کرد اومدی بیرون، یه چیزیت میشه، واقعا یه چیزیت میشه. با توجه میدونستی در تلویزیون ایرانی 5-6000 دلار به کسی حقوق نمیدن، یعنی تو اینقدر میهن پرستی؟ اگه واقعا میخواستی اونجا میتونستی کار کنی، حرفتو بزنی. مگر همین آقای مهدی کیه؟ اسمش لحظه از ذهنمون پرید. فلاحتی برنامهاش نگاه کن، هز نمی کنی، همه چی دارم میگه. به مهدی فلاحتی اگه بشین نگاه کنی، چیزی از حمایت از رژیم درش نمیدونی. تو هم میتونستی مثل اون کارتو بکنی. یه جای کار دیب داره آقای نازنین سیاوش آذری. دروغ میگی، یه جای کار دروغه. چرا همایون رو ول کردی؟ همایون هم وضع مالیش دیگه خرابتر از ایران آریایی که نیست، اونجا رو چرا ول کردی؟ یعنی میتونی بگی ایران آریایی با توجه به وجود وطنکار آزادتر محیطش از پیش شهرام همایون؟ فکر نمی کنیم. این همون داستان ابله تصور کردن مخاطبه آقای سیاوش آذری نازنی. بعد جالبه براتون گفتیم این تلویزیون ایران آریایی از انتخاب آقای ترامپ حمایت میکنه و حالا هر کس میتونه از انتخاب یک کاندیدایی حمایت کنه. حالا چی توشه؟ ترامپ ورزش خوبه، ممکنه ازش چیزی درات بشه پیادش کرد، یه چیزی گیره اون آقای حمزه پور بیاد، یه چیزی گیره آقای ایران آریایی یا آقای وطنکار بیاد، یه داستان دیگه است. ولی اونجاش جالبه که میگه به ترامپ رأی بدید، ترامپ به ایران حمله میکنه، آخونده رو میندازه. اینجاش دردناکه. اما ترامپ با توجه به اینکه این روزا میبینیم خیلی هم رشد کرده بود، خیلی جالبه، یه عکسی دیدیم توی فیسبوک، یه هوملس امریکایی نشسته بود، یه که مقوا دستش بود دوش نوشته بود که آی مردم یه دلار به من کمک کنید، وگه نمیرم به ترامپ رأی میدم. آ این قشر پایین امریکاست، نظرش راجع به ترامپ. یه نمونه است. صحبتی هم داریم با این همشهری خودمون آقای مسعود سپند که اخیراً ستار جلسه است در ایران آریایی برنامه داره. آقای سپند، در برنامه قبلت ادعا کردی که فکر میکنیم راستم باشه، تو افسر اداره آگاهی بودی، گفتی که بیشترین تجاوز به محارم، بیشترین تجاوز به خصوص به محارم توسط آخونده در زمان شاه انجام می شد. می دونید تجاوز به محارم یعنی طرف به خالش، دختر خواهرش، دختر عموش عرض می شود، خواهرش، عمش تجاوز کنید. اینو میگن تجاوز به محارم. و جناب سرگرد، نمی دونید درجه ایشون اگر اشتباه می کنیم ببخشید، جناب سرگرد بودن یا جناب سرهنگ که افسر اداره آگاهی بودن، میگن که بیشتر این تجاوز به محارم توسط آخونده در زمان شاه انجام میشد. مسعود جان، ما یه خواننده حرفه‌ای نشریات کیهان اطلاعات بودیم، این حوادث شهر رو معمولا میخوندیم، باور کن به شرافتمون قسم یه مورد ندیده بودیم که
در کیهان یا اطلاعات بنویسن این تجاوز انجام شده و متجاوز روحانی بوده، آخوند بوده. خب برادر میگفتی که به ما میگفتن اگر مورد آخونده اعلام نکنید، یعنی اعلی حضرت چشم میزد از آخوندا، مواظبشون بود چیزی نگه که به ضرر آقایون علمای اعلام و حجج اسلام تموم بشه. مسعود جان اینم میگفتی حسنش شو ایوش شو بگفتی هنرش نیز بگو، آدم با شرفی هستی. میگفتی که دستور از بالا بود، به ما گفته بودن که اگر مورد بود که متهم روحانی یا آخونده اعلام نکنید. یا میگفتی سرر نمی کردی، مردم آگاه کن. بگو که اون زمان اشکالات در کجا بود برادر؟ اشکالات همون رژیمی که تو به هر حال ازش حمایت میکنی و یا سنگش رو به سینه میزنی. همه برای هنرت، برای شعرت احترام قائلیم، به خصوص شعرهای مشهدی تو میخونیم و لذت میبریم، ولی درسته که تو رفتی قاطی این عراضر شدی، ولی وقتی هم چیزی میگی بگو، عیبی نداره. بگو به اداره آگاهی اعلام کرده بودن اگه طرف آخوند بود سرش در نیارید. و همین ساختن با آخوندا پدر صاحب اعلیحضرت رو در برد، هم خودش رو به باد داد همون میهنو. لازمه این قضیه زیاد صحبت کردیم. از موضوعتون یه خبری خوندیم در تاجیکستان، رئیس جمهورش اگه درست بگیم اشتباه نکنیم، یه نهضتی را افتاده، اعلام شده از طرف دولت کسی حق نداره اسم بچه هاشو اسم عربی بذاره، بار اسم بچه ها همه فارسی باشه، اسمای شاهنامه باشه. بعد کسی حق نداره بچهشو ببره به مسجد و کنیسا و کنیسا و کنیسه و کنیسا یا معبد. بچه ها باید بدون مذهب بزرگ شن، در 18 سالگی خودشون تصمیم بگیرن دینشون چی باشه. یه زمانی هم این رئیس جمهور اعلام کرده بود مکه نرید، به جای اینکه پولتان را ببرید بدید این آقایون بخورن، صرف میهنتون کنید. این حرفای بدی نیست. یا یه بار ما شنیدیم گفته بود به جای ریش و پشم کاشتن در صورتتان انسان باشید. چه بکنید چه بکنید، اینا چیزای بدی نیست. حالا یه چیزی بگیم، یه سری پوش هم بخریم برای خودمون. اخیراً جناب پرزیدنت دستور داده که ریش بلند 13,000 مرد رو به زور در اونجا بتراشند و باز به زور حجاب از سر 1,300 تا زن بردارند و چند تا زن هم که برقع به صورت داشتند اینها رو عرض می شود که به جرم فحشا، به جرم روزپیکری گرفته. ببینید ما با این کاراش مخالفیم، الان بهتون میگیم چرا. بوشن میخواییم به ما بدید بدید. اصلاحات خوبه، اینکه زن آزادی داشته باشه، حجابش رو خودش انتخاب کنه خوبه. خیلی ابلهانه است اگه فکر کنید ما طرفدار این هستیم که زنها چادر یا برقع بذارن یا با ریش نیم متری مردا ظاهر بشن در جامعه، یا فرض کنید که بگیم بهتر اسم بچه هاتون رو عربی اسم ائمه بذارید. خود ما یکی از افتخاراتمون اینه که تمام بچه هامون اسمای فارسی دارن، چه اونایی که قبل از انقلاب با شکوهمند به دنیا اومدن و چه اونایی که بعد. یه موقع با دوستان میگیم بودن دوستانی که قبل از انقلاب با شکوهمند اسما همه ایرانی بود، داریوش، کوروش، بابک، اردشیر، تا انقلاب با شکوهمند پیروز شد همه یاسر و عمار و عرض میشود حسن و حسین و طبیع و محمد. یارو اسمش روح الله، چقدر اسم بچه ها روح الله گذاشتن. داستان ضعف این اقدامات اونجا هست که میخواد با قانون این کار نکنید، یعنی به زور به مردم بچپونید. گفتیم دفعه پیش راجع به کشف حجاب
کشف حجاب چیز بدی نبود، اونجاش مشکل بود که پاسبان چادر از سر زن میکشید، نه اینکه خود زن با طیب خاطر چادر برداره. و جامعه رو به جایی برسونی اونقدر آموزش بدی که طرف خودش اسم بچهش رو به دلخواه اسم ایرانی بذاره. خب این چی میشه؟ تو یارو وقتی مخالف سیاست تو باشه اسم بچهش رو میذاره اردشیر، تو خونه سید غلام حسین صداش میکنه. اش ساده. باید کار قانونی از مجاری قانون باشه، با زور نمیشه. کاری که آتاتورک کرد دفعه پیش براتون گفتیم، اعلام کرد حجاب آزاده هر کی میکنه، بعد دید به مشکل برمیخوره یک کلک زد که خود مردم با تیب خاطر زنا چادرها رو برداشتن، مردم زنا رو وادار کردن چادر رو برداشتن. اعلام کرد از امروز حجاب آزاده، هر کی میخواد بذاره نذاره، ولی فقط فاحشه ها باید با حجاب بیان بیرون. هیچ مردی حاضر نبود زنش حجاب سر کنه، فاحشه معرفی بشه تو جامعه. حالا کار این آقای پرزیدنت در اصل کار بدی نیست، برای اینکه به زور باشه توی پیرمرد 80 ساله رو، چون پاسبانه که حالیش نیست، این قانون براش شامل همه میشه دیگه، حالا که جوون 20 ساله چه پیرمرد 80 ساله، پیرمرد 80 ساله رو به زور بشونی تو خیامون ریش رو بتراشی تیر بندازی، باید با دادن آگاهی به مردم، روشن کردن اذهان مردم این کار انجام بشه، نه با زور، با تفنگ، با آجان نمیشه. برای اگه بخوایم فحش بدیم بدید، مسئله ای نیست، ولی ما با همه این مظاهر تمدن موافقیم به شرطی که بر اساس قانون باشه، بر اساس آگاهی باشه، بر اساس روشن شدن ذهن مردم باشه. چند سال کار فرهنگی لازم داره، یک شبه عملی نیست، نتیجهش میشه مثل زمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر که با رفتن رضا شاه از صحنه سیاسی برگشت، همه زنها دوباره چادر سرشون، چون ریشه ای نبود، باسمایی بود، قلابی بود، ظاهری بود. هفته گذشته یه موردی پیش اومد، ما ناشار شدیم بریم بانک. عرض می شود که اول این داستان رو بگیم، این بحث تلویزیون رو تموم کنیم، بعد بریم سراغ داستان بانک. ما دستمون از قبل بیرون میمونه اگر راجع به تلویزیون ها صحبت کنیم و نریم سراغ جناب سلول هنگ، حقش رو نمیخوایم ضایع کنیم. سلول هنگ دو تا برنامه‌اش در طول هفته گذشته چیزی نداشت، یعنی باور کنید اولا یه ساعت و 10 دقیقه برنامه، حالا یه ساعت 15 دقیقه، بیشتر از نزدیک یه ساعتش فقط داستان کمک و همیاری و ایناست. اینکه میگیم هر تلویزیونی هر رسانه‌ای میتونه از مردم تقاضای کمک کنه، ولی دیگه به یه جایی میرسی که حال تعو با آدم دست میده، وقتی همش هر شب بشینی کاست جلوت باشه یه حدی داره هر چیزی. حالا بعضی تلویزیون هم 6 ماه یه بار از مردم کمک میخواد، یه چیزی جمع میکنن. یا مثلا فکر کنید سعید گاهی رو خط میگه، ما هفته یه بار رو خط تقاضا میکنیم به میهن تیوی کمک کنیم، که هر شب یا 2 ساعت 3 ساعت بشینیم بگذاریم. جناب سلول هنگ، آریا گاولاک یا همون بوسی خودمون، فقط میگیم در این دو تا یه ساعت این برنامه یه نکته که خیلی برای ما جالب، آره به قول الان سعید ورد و خر گفت من میگم کسی کمک نمی کنه. امیدواریم که حالا اگر که بالاخره میدونید ممکنه به شما کمک نکنم، ولی ما بگیم کمک میکنه. حالا ما میگیم از مردم میخواییم که نوت کنن میهن تیوی رو دست تنها نذارن. عرض میشه که یک کسی هست به نام سیامک ستوده، یه آقای چپ کمونیست، این در یه تلویزیونی برنامه داره، وقتی که بالا حضرت اشرف فوت کرد
این در اولین برنامهش یه سری حرفا راجع به والا حضرت زده بود، بعدم گفته بود، اعتراف کنیم نظرشو گفته بود، تمام چیزای بدی رو که راجع به اشرف میگفتن ایشون پشت هم تکرار کرد. جناب سلول هنگ اومده به جای اینی که خیلی برای ما جالبه اعتراض کنه به سیامک ستوده، اولا سیامک ستوده رو میگه سیاوش ستوده، خب یه بی سوالی شه اون ایچی. اومده به جای این که اعتراض کنه جواب منطقی بده در مقابل اون چه که سیامک ستوده گفته جواب بده، آقا تو اگه میگی اشرف اینجوری بود نبوده به این دلیل، اگه این اتهام میزنی اتهامات نارواست، اومده به خواهر و مادر سیامک ستوده فحش میده. این خیلی جالبه. جناب سلول هنگ آریا گابلاک، گوسی جان، سیامک ستوده حرفایی که زده پس همه غلط، چه تقصیری بر خواهر و مادرش هست؟ البته ما علت رو میدونیم، تربیت ساواکیه، تربیت ساواکیه، مگه در ساواک به مردم فشخوار مادر نمیدادن که اعتراف کنن؟ تربیت خمیرت با ساواک روش کرده، رگ و پی و گوشت و خونت از ساواکه، تفکر ساواک، مثل آدمیزاد بیا نقد کن و به کوری چشمتو جناب سلول هنگ آریا گابلاک بوسی. از اینجا درود میفرستیم به دوست خوبمون سیامک ستوده، با نظریاتش در بسیاری موارد موافق نیستیم ما، ولی آدم متفکریه، آدم با سوادیه، بعدم نظرشو گفته. غلطه، انتقاد کن. به خواهر و مادرش چی کار داریم؟ حالا می‌خواستیم بگیم پفیوسی که بهت نمیگیم، به خواهر مادرش چی کار داریم؟ ما تا حالا همه این مراهمی که ما شامل حالت کردیم از جانب خودمون، آیا به کس و کارت هم کار داشتیم؟ به طرفت خود ما بودیم. یاد بگیر ساواکی، تربیت ساواکیه، تربیت بد قربان تا کمر خم شدن دست اعلی حضرت بوسیدنه، خاک بر اون سرت کنند بدبخت. داستان بانک هم براتون بگیم، هفته پیش رفتیم بانک یه بیل 20 دلاری 50 دلاری داشتیم بپردازیم. بانکی ها خب سالهاست توی بانک بودیم، ما رو میشناسن، ولی معمولا این کارمندا عوض میشن. یه پسرک جوان خیلی جوای نامی بود، سلام علیکم، دادیم به شب آقایی 50-60 دلار میکنیم بدیم. بعد چون یکی دو مورد پیش اومده بود، ما مثلا یه نوع کارت دوتا داریم، رفته بودیم برای کارت آ پول داده بودیم، برده بود یارو به حساب کارت B، چون میزنه رو دستگاش میاد ویزا فوری میریزه به اون حساب. اینه که هر موقع میریم به خصوص وقتی مسئله ویزاست میگیم آقا ما دوتا ویزا داریم، مواظب باش به ویزای X نریزی، به ویزای Y بریزی. این حرفو به این جوانم گفتیم که شازده دو تا ویزاست، این 50 دلار رو بریز به حساب یه ویزا و این بیل رو بده بپرداز. یه نگاه عاقلانه صفی کرد، گفت بلدم، تجربه لازم رو دارم. گفتیم بهش که میدونیم بلدی، میدونم تجربه لازم رو داری، ولی فراموش نکن جوان، ببین با عنوان یه پیرمرد بهت، تمام این هواپیماهای بوئینگ 747 که رفت اون بالا و کله ملخ شد، خورد زمین، داغون شد، 500 نفر 600 نفر رو کشت، فکر میکنی پشت فرمونش کی نشسته بود؟ یه بچه 14 ساله بی تجربه؟ نه برادر، یک کپتنی که شاید مثلا 20,000 ساعت پرواز داشت، در تجربه یک بود. هرچی تجربه داشته باشی پسر جان بد نیست، یه کسی هم که یه چیزی بهت میگه
توجه کنید. یه خود سرشن گفت نه راست میگی. گفتم راست میگی ماره، برای که تو تجربه داری. ما دو بار تا حالا دو تا وام داشتیم با همین کارتا، رفتیم پول ریختیم به حساب یکی، ریخته یارو به حساب دیگری، بعد یه مصیبتی بوده که بهش ثابت کنیم آقا پول اینو دادیم، بعد تازه به ما تو ویدیو حالا دیر کردیم آقا دادیم، کارمند خودت اینو به اون حساب برده، حالا دیگه یاد گرفتیم میایم بیرون شماره ویزا رو چک میکنیم. بنابراین البته پسره قبول کرد وقتی هر کنیم ببینید تمام این آدم رو گفتیم کاپیتان 20,000 ساعت تجربه پرواز داشت، یه کاپیتان امروز در آسیای جنوب شرقی اونجاها از این شرکت های هواپیمایی، یه هواپیمای عظیم و یه مسافری عظیم و در آسمون بازی کرده بود. ابله کاپیتان با تجربه با 20، چون میدونید کسی که کاپیتان هواپیمای عظیمه یه حدی عظیمتر مسافری میشه باید تجربه در حد عالی و فراوان داشته باشه. یه سیستمی هست که وقتی هواپیما میشینه رو زمین، حالا یه دکمه یه هر چیزی میزنن، موتورا برعکس کار میکنه، یعنی به جایی که فوت کنه به عقب که هواپیما جلو بره، این بار فوت میکنه به جلو که از حرکت هواپیما جلوگیری کنه، کمک کنه به ترمز کردن هواپیما، ترمزا زیاد فشار نیاد. این ابله رو آسمون اون دستگاه برگشت و زده بود، هواپیما بلاواسطه به هم پیچیده بود و 500 تا مسافر خورده بود زمین. این هم براش تعریف کردیم. آخر وقتم بود، بیکارم بود، برپای ما قشنگ گوش داد. حالا اینکه هیچ موقع وقتی یک کسی باهاتون یه صحبتی میکنه در نقش یه ناصح، در نقش کسی که به هر حال خیلی شما رو میخواد، من قبول کردم، خیلی هم لطف کرد و پرداخت و نگاه کردیم، گفت درست گفتیم. آره به هر حال هیچ موقع زیاد ما نمیشیم شما میخواید بشید، به خودمون قرره نمیشیم که همه صنایع و فنون جهان رو ما میدونیم و هیچی کم نداریم. نه، خیلی چیز هم هست که ما نمیدانیم. به هر حال باز هم وقت به سر آمد، سپاس داریم از سعید. باور کنید که اینو از صمیم قلب بهتون میگیم، نه به خاطر اینکه اگر خدای نکرده زبان من لال، ببینید اختر همیشه اینجوری میکنه، یه چیزی که میگه میخواد به کسی بر نخوره. بعضی خانمای ایرانی دیدیم اتفاقی برای میهن تیوی بیفته، ما این برنامه مون از دست میدیم، خیلی منطقیه. ولی بیشتر از اون که یا به حقیقت از سنگ قد بگیم، اگر یه روزی میان تیوی قرار نباشه، این کسانی که در میان تیوی برنامه دارن و اون کسانی که دلی در گروه این افراد دارن، ما رو ول کنید، ما پیزوری هستیم، به خودمون زیاد حتی هم گفته پوز نده. حیف این تشکیلات رو سعید نتونه چراغش روشن نگه داره. در حال اگر شده با حتی رقم کمی، ببینید اگر خواستید بدید بگید به خاطر برنامه خراسانی میدید، بذارید اینجا یه رزالت هم به خرج بدیم. اونایی که به حرف ما گوش میکنن، حالا اگر از ما دل خوشی ندارید برای آقای ایکس دارید، خانم ایگرگ دارید، برای اونا بدید. ولی اگر برای ما دادید بگید که تو این رفیقمو میگه حرف تو رو مردم نمیخونن، اقلا روی این یه ذره کم بشه بفهمه که به حرف ما میکنید. به حال با این رقم کمی میانتیوی رو کمک کنید که هم میانتیوی تقویت بشه، خطر قطع برنامهش یا به علت دستنگ بودن سعید از بین بره و دل ما هم خوش باشه، اقلا اگر نفسی میزنیم به حال کاری میکنیم نتیجه هم داره. به حال تشکر میکنیم از سعید نازنینمون که عرض میشود باز فرصتی فراهم کرد. داستان این رفیقمون خیلی جالبه، تو این دست تنگی این بخشش هم داره، حالا خودش وضع خوبی نداره ولی برنامه ما رو به ما میده دیگه، میدونید که ما یه سنت هم برای این برنامه ها به سعید نمیدیم، اصلا امکانش برامون نیست. باور کنید اگه دوست داشتیم، اگه داشتیم کمکم به می، ولی نمیتونیم، در شرایطی نیستیم. به هر حال سپاسگزاریم از سعید، با این دست تنگ حق ما رو میده، درست مثل اون
حالا کسی خیلی وضعش خوب باشه به یکی کمک کنه، زیاد محلی از اعراب نداره، ولی کسی با دست تنگ حالا 2 ساعت برنامه‌شون به ما بده، یعنی لطف کرده. بها سپاس داریم از سعید، تشکر میکنیم از آقای کاوه مسئول سایت پربار و پر مخاطب مردم ریپورت دات نت. باز هم توصیه میکنیم بهتون در این سایت مردم ریپورت دات نت و در سایت خود میهن تیوی بسیاری از مشکلاتتون حل میشه. اگر یه موقع برنامه ما رو میس کردید یا برنامه سایر دوستان رو، میتونید تو این سایت ها برید پیدا کنید و به خصوص در خود میهن تیوی که یوتیوب داره، برنامه همه اونجا هست، تلگرام داره، به تلگرام مراجعه کنید و در چیز مردم ریپورت هم چون یه دونه از سایت های خبری اخیراً غیر فعال شده، ما بیشتر هم مراجعه میکنیم و اخبار رو از سایت مردم ریپورت دات نت رصد میکنیم. خب راجب کمک گفتیم، سپاس داریم از همه کسانی که از نخستین روز به میهن تیوی کمک کردن، باعث تقویت میهن تیوی شدن، به خصوص در رأسش اونایی که دیگه از اون کمک کننده های دائمی هستن، مثل لیلای نازنین و یا پیران مهربان که از کارهای فنی هر از گاهی هم به ما کمک میکنه، گاهی هم به سعید. تشکر میکنیم از همه ایمیل ها و پیام ها و عرض میشود به پیام های فیسبوکی و غیره و زالک و تلفن های محبت آمیزتون. برای همه شما نازنینان، ثانیه ها، دقایق، ساعات، عرض میشود روزها و هفته خوشی آرزو میکنیم. آرزو داریم سلامت باشید، آرزو داریم میهنمون آزاد بشه، یه روز بار دیگر بتونیم که خاک پاک میهن رو زیارت کنیم. همه شما را به خدای بزرگ مذهب پاناسونیک، یعنی مذهب حقه پاناسونیک، حقه ترین مذهب جهان می سپاریم و شاد و آزاد و سربلند باشید، با امید دیدار در یکی دیگر از برنامه های سری ناگفتنی ها. البته به قول دکتر عطا، در صورتی که زنده باشیم و قبل از ما میهن تیوی زنده باشه ان شاء الله تعالی. بعد با یکی دیگر از برنامه ها، درود بر همه شما، به خصوص علل خصوص اونایی که اصلا از ما دل خوشی ندارن. شاد باشید، با امید دیدار.